فیلم آقای امیر نادری که در واقع راجع به محله منهتن بود، فیلم سیاهی بود منطور راجع به محله های امریکا تولید کرد. این رفت جشنواره کن، اصلا هیئت انتخاب نیاوردش تو بخش مسابقه. اینو خدای کیارستمی برای من نقل کرده تو اتاق پیش من، ایشون گفت و چیزای دیگه که من بعضی حرفاشو نمیزنم. ایشون به من گفتش که فلانی، آقای امیر نادری به من زنگ زد گفت آقا شما که تو کن اینا همه رفیقاتن، یه زنگ بزن بگو بابا مثل که نمیدونم مال ماست، نمیدونم مال ماست. من همونی هم که دونده رو ساختم، آخه دونده یه مقدار جایزه جدی هم نگره، ولی دونده حتما میشناسید این فیلم ها رو، دونده یه خورده فضای جشنواره ای داشت و فیلم بدی هم نیست، فیلم خوبیه دونده. آقای کیارستمی میگه من با آقای ژیلو یاکوب تماس گرفتم، رئیس جشنواره کن، و گفتم که آقا جان این مال آقای نادریه، یا نادری فیلم های خوب ساخته به جمعه دونده. میگه گفتش که ما میدونیم، منتها این فیلمی که ساخته راجب جامعه امریکا ساخته، یعنی داره سیاهی ها و بدبختی های امریکا رو نشون میده. این اگر راجب ایرانی فیلم ساخته بود ما میوردمش تو بخش مسابقه، اما این سیاهی ها مال جای دیگه است، لذا نمیاریم. همین، با همین یه جمله. اصلا اینا میومدن تو جشنواره های ما دعوت میشدن، میگفتیم که آقا خب بیاید این جشنواره فجر این فیلم ها رو ببینید انتخاب کنید. یه جریانی بود که من اون جریان رو کور کردم، اسمشون رو نمیخوام بیارم، خودشون میدونن. چرا نمیرد؟ اخراجشون کردن. نه چرا نمیرد اسمشون؟ لزومی نداره اصلا، ما لزومی نداره جزم عبور کنیم وارد. نه اونا اصلا رفتن دیگه کنار، رفتن اصلا کارهای دیگه دارن میکنن. بعد فهمیدم اینا کانال دارن، میگن آقا این فیلمای جشنواره که جای خود داره، ما یه فیلمایی داریم یه جا دیگه از شب بیا یه جایی توی خونه توی زیرزمینی اونجا نشونت میدیم. دست اینا رو میگرفتم میبردن تو یه زیرزمینایی، اون فیلمی که مثلا رد شده بود اونا رو نگاه میکردم گفتن آها این خوبه اینو ما. بعد میرفتن اونجا نامه مینوشتن که آقا ما این فیلمو میخوایم. فیلم طعم گیراس واقعا فیلم اصلا هیچی نیست. آقا اینا گیر دادن الا و بلا و طعم گیراس بیاد. ما فهمیدیم که میخوان ببین طعم گیراس زمان منه. اگه من میخوام افتخاری داشته باشم، چون یه دارن دنبال افتخاراتم برای خودشون، آقا تنها نخل زرینی که کارگردان گرفته زمان زرقامی فیلم طعم گیراس. آقای کیارستمی فیلمش رفت نخل طلا گرفت. من میدونستم قرار بود به آقای کیارستمی نخل طلا بده، اصلا قرار بود دیگه. آقای کیارستمی تو جعفر پناهی چند تا مطلب به من گفت، من نمیگم، اصلا نمیگم، نمیخوام برم تو این فضا که فکر کنن اگر کیارستمی اومده پیش من یه درد دلی کرده یه حرفایی زده حالا زرقامی میخواد افشا کنه. من این فیلمو نفرستادم. آقای ولایتی زنگ زد به من اصرار که فلانی ما به هر همیشه هم از یکی یکی یک آقا ما در یه شرایط خاص جهانی هستیم و اصرار هست و همه دارن فلان میکنن، از اون اول بوده تا امروز. آقای ولایتی گفت فلانی ما به هر دلیلی که پرچم جمهوری اسلامی اونجا برافراشته بشه توی مثلا کشور خارجی و جای بین المللی، این برای ما خیلی خوبه. درست شد. من بازم قبول نمیکردم تا یه فرایند دیگه ای پیدا کرد، دوباره کیارستمی اومد، دوباره فیلم رو با هم دیدیم. گفتم آقای کیارستمی که تموم نشده، نصفه بود. گفتن آقا نصفش هم قبول دارم، اصلا بقیهش رو ویدئوی گرفتن، یعنی اون نگاتیو و بالاخره چیز نبود، بقیهش هم ویدئوی گرفتن. خود فیلم هم من نگاه کردم واقعا دم هیچی نداره. گفتم خیلی خوب بره. با فیلمم خیلی کار، حتی فیلمم نکاتی داشت که اونا روش باستن، راجع به خودکشی بود و یه روشنفکری که بفرمایید تهش اینه که یه روشنفکر تو ایران به بنبست میرسه، یه نخبه میخواد خودشو بکشه، ولی شما تا آخر نمیفهمید چی شد خیلی، چون بعدن هم مثبت تموم میشه، معلوم نیست خودکشی کرده باشه، لذا خیلی فیلم مشکل نداشت. اما قرار بوده در اون سال به نظر من، حالا ممکنه کسی بیاد که زرقامی تو اشتباه میکنی، استدلالش سر جا. من زرقامی میگم که قرار بود اون موقع هم به آقای کیارستمی نخل طلا بدن، بعدا هم چیز شوالی و اینا رو هم بهش دادن، و هم یه مانوری روی کیارستمی به